داستان اصحاب کهف رو اکثر میتونید و تقریبا میتونیم بگیم که یکی از داستانهای مشهوری هست که قرآن کریم البته فقط در یک در سوره کهف آورده، ولی تقریبا به خاطر شهرت داستان تقریبا اکثر اطلاع دارن. اینجا ایده ای از جوانای یک آبادی، البته آبادی هم در دقت مکان یا جا شاید در قرآن هیچ اشاره‌ای بهش نیست کجا بوده و در چه سرزمینی، که این سرزمین به هر حال الان تقریبا ظاهر شده و آثارش بیرون اومده، ولی در مجموع اون چی که قرآن برامون میگه این هست که اینها یه مجموعه بودن جوان نوجوان. این نوجوان ها در یک شرایطی از شرایط اجتماعی بحرانی دست فکر و اعتقاد و اندیشه و به همین صورت اخلاق قرار میگیرند، احساس میکنند و میفهمند که این عمل کرد یا این رفتار دینی یک رفتار نابخردانه هست و به دین نمیتونه مرتبط باشه. بلای متعار رو میارن و از بین قومشون و از رفتار قوم خودشون که در واقع ظاهرا خودشون نسبت به دینی میدادن، دین نبی از انبیا که ظاهرا مسیحی بودن، ولی در حقیقت این عمل کرد یا این رفتار هیچ ربطی با دین الهی نداشته. اینا میان کناره میگیرن، عزلت رو اختیار میکنن، از شهر میان بیرون و با بیرون اومدن به طور ناخودآگاه با هم آشنا میشن. از قبل هیچ گونه آشنایی نداشتن هر کسی از اینها، فقط مهم جا بوده که در اون مراسمی که مثلا به عنوان دهه فاطمیه یا دهه نمیدونم محرم برگزار میشده، اینا ضمیرشون یا فطرتشون بهشون این احساس رو داده که این عمل کرد نه انسانی هست، نه عقلانی هست، نه معنا و مفهومی داره، هیچ چیزی غیر قابل پذیرش هست این دین باشه و این راه زندگی باشه و این قرب به الله باشه، هیچ چیزی ربطی به صلاح نیکی و پارسایی و درستکاری و نیکوکاری نداره. میاد بیرون طرف و خودش رو احساس میکنه که این راه نمیتونه راه دین باشه با فطرت، ولی الله متعال براش این شرایط رو مساعد میکنه که اینها با هم خود به خود جمع میشن و آشنا میشن. میبینن که این به این آشنا میشه، میبینه که هم فکرن مثل مهتدینی که امروز هم خیلی ها در ایران این اتفاق براشون میفته و اینها به قاری پناه میبرند و از الله متعال میخوان که خودش براشون شرایط هدایت و روشنی رو فراهم بکنه تا اینکه از این وضعیت نجات پیدا کنن، که الله متعال نه تنها اونها رو نجات میده بلکه اونها رو سببی میکنه برای هدایت اقوام ما بعد، که بعد از 3 قرن میشن نمونه یا نشانه ای از نشانه های آخرت برای یک قومی از اقوامی که بعد از 3 قرن اینها رو مییابن و به همین صورت تاریخشون رو هم مراجعه میکنن، هم فکرشون احیاگر میشه و هم خودشون زنده در تاریخ میمونن و امروز هم در قرآن ما به عنوان انسانهای خداجویی که زیر در سایه لطف الله متعال قرار گرفتن و چون شرایط زندگی انحراف و گمراهی جامعه رو نپذیرفتن، الله متعال اونها رو حمایت کرد و 300 سال اونها رو 300 سال و اندی اونها رو در پناه خودش و به طور استثنایی محفوظ نگه داشت و بعد از 300 سال برای اینکه آخرتی هست، حسابی هست و کتابی هست، اونها رو دوباره برانگیخ و نشانه‌ای قرار داد برای اقوام موجود در اون زمان. داستانشون گفتم بسیار پر ماجرا هست و کل سوره کهف در واقع از 4 داستان تشکیل میشه که
هر کدوم از اینها به طور مستقل جای تأمل رو داره. ولی نکته مهم اینجاست که در ضمن این رفتار عاقلانه عده‌ای میبینیم که این انسانهایی که به طور عقلانی با رفتار دینی منحرف برخورد میکنند از الله متعال عقلانیت رو میخوان، میگن برامون رشد رو یا هدایت و راه راستی و درستی رو برامون مهیا کن. این عمل کرد خب نتیجهش این میشه که الله متعال اینا رو یک نشانه ای قرار میده تا اینکه بگه که الله متعال اون کسی که کسانی که اونها رو ولایت و سرپرستی اونها رو به عهده گرفت و خودشون رو به او سپردن، نه تنها از نظر فکری و نه تنها از نظر دینی اونها رو صاف و پاک از شرک و از انحراف میکنه، بلکه حتی از نظر جسمی هم میتونه اونها رو به طور استثناء در یک شرایطی حفاظت و حمایت بکنه که از نظام خلقی که در برای اهل دنیا ایجاد کرده به طور مستثناء ادامه حیات بدن.